نیروگاه اتمی بوشهر خاموش شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بر اساس برنامه قبلی و هماهنگی وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی این نیروگاه از روز دوشنبه برای تعمیرات سالانه و تعویز سوخت به مدت دو ماه از شبکه برق کشور خارج شد. اما بتی اینجاست با توضیحات بیشتر در این باره که نشون میده ممکنه علت خاموشی چیز دیگه ای باشه. سیما اول بگم که فصل تعویز سوخت و تعمیرات نیروگاه بوشهر تابستونه. آقای کمالوندی گفته که به خاطر اینکه در فصل تابستون مصرف بالاتره و برای اینکه این به اصطلاح تعطیلی یا خاموشی یا تعمیرات باعث افت اون میزان تولیدی که این نیروگاه تامین میکرده و در اختیار برق کشور قرار میداده نشه تعمیرات رو انداختن به فصل زمستان یا همون به اصطلاح اسفنتا اردی بهش که قرار تا اردی بهش تمام بشه تا اردی بهش البته این حرف آقای کمالوندی مقایرت داره با حرف آقای احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی که قبلا اشاره کرده بوده که این نیروگاه ظرف دو سال گذشته در طول تابستان یعنی همون فصلی که فصل تعمیرات بوده به خوبی تونسته کار بکنه و نقشش رو در تولید اون برقی که مد نظر بوده صحیحه ای که بکنه، اون باید تعمیر کرده و, تعمیر و تونسته اجرا بکنه پس بنابراین این نمیتونه این مسئله باشه اما حرف دیگه ای که هست خود آقای کمالوندی همین چند روز پیش که من خودم اینجا مطرح کردم عنوان کرده بوده مشکل تعطیلی نیروگاه بوشهر کسر بودجه در واقع گرونی ارزه که به دلیل اینکه نمیتونه ما به تفاوت اون میزان سوختی رو که از روزها خریداری میشه تأمین بکنه داره باعث میشه که این نیروگاه تعطیل بشه یعنی خودش هشدار داده بود که نیروگاه تا چند وقت دیگه تعطیل میشه البته نه به این سرعت و با این زودی ولی خب به هر حال این هشدار رو ایشون قبلا داده بودن در هر صورت به نظر میرسه که مسئله تعطیلی نیروگاه بوشه به دلیل اون عدم پرداخت ها به دلیل گرونی ارز نپرداختن بهای سوخت و تمام این مسائل باشه که طی سه سال گذشته اتفاق افتاده که انتظار داشتن کسری بودجهش از طریق که تامین بشه و صورت نگرفته در حال این نیروگاه تعطیل شده باز شدن مجددش اما و اگر داره هنوز صد درصد نیست و من فکر می کنم به دلیل اون روابط دیپلماتیک خوبی که ایران با روسیه داره به جز تحریم ها به جز گرونی ارز چیز دیگه ای نمیتونه باعث این شده باشه چون حداقل میتونستان تامین محل به اصطلاح به تفاوت این ارز رو از طریق نفت تامین کنن که میدونید از طریق لوله کشی زمینیه و هیچ ردی از اون در جای بجا نمیمونه رابطه خیلی گرمه با روسیه و در نتیجه من فکر میکنم مسائل مشکلات همونطور که قبلا گفته شده عمیقتر از این مسائله که در چند روز آینده مشخص میشه ممنون.